اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلسلة دروس مقدمة جزرية درس امروزی ما باب نون ساکن و تنوین آغاز می شود. و حکم تنوین و نون یلفا اظهار ادغام و قلب اخفا. و حکم تنوین و نون ساکن یابیده می شود در اظهار ادغام اقلاب و اخفا. يعني حكم نون الساكن والتنوين موجود مباشرة در إظهار إدغام إقلاب وإخفاء. در إن بيت إمام جزري رحمه الله مختصر فقط حكم تنوين ونون الساكن را بيان کرده كي حكم تنوين ونون الساكن جهار مباشرة إظهار إدغام وإقلاب إخفاء. البته كي إقلاب را قلب همي بيت قسمي كي در بيت ذكر شده. أما در حكم نون ساكن والتنوين اختلاف هم موجود داره. بعضي قراء هستن انها هم يفرميت كي نون ساكن والتنوين پنج حكم دارد. انها ادغام را بدو بخش ميكند كي ادغامي بيغنه ادغامي باغنه، ان را هم رايش حساب ميكند. بعضي قراء هستن انها هم يفرميت كي نون ساكن والتنوين سي حكم دارد: اظهار، ادغام، اخفاء. انها اقلاب اخفار يك ميداند. اما قول راجح وبهتر من است که نون ساکن و تنوین چهار حکم دارد: اظهار، ادغام، اقلاب و اخفا. فعند حرف الحلق اظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم. فعند حرف الحلق اظهر، پس در وقت واقع شدن حروف حلقی بعد از نون ساکن و تنوین اظهار کن. فعند حرف الحلقی یعنی در وقت واقع شدن حروف حلقی که بعد از نون ساکن و تنوین واقع می شود اظهر اظهار کن. در این بیت امام جزری رحمه الله حکم اول نون ساکن و تنوین اظهار را بیان کرده. وقتی که بعد از نون ساکن و تنوین بعد از نون ساکن و تنوین حروف حلقی واقع شود که شش حروف است: همزه، ها، عین، ح، غین، خا. این شش حروف حروف حلقی بعد از نون ساکن و تنوین واقع شود اظهار صورت میگیرد. مثلا انعمت، انعمت، غثاء، احوا، ان احوا و همین قسم. من تحتها الانهار، انهار. من عندي، من عندي. بعد از نون ساکن و تنوین که یک حرف از حروف حلقی واقع شود در نون ساکن و تنوین اظهار صورت میگیرد، بدون غنه واضح و آشکار تلفظ می شود. اظهار در لغت البیان، واضح و آشکار را گوید. و در اصطلاح اخراج حرف من مخرجه بغیر غنه، خارج شدن حرف است از مخرج خود بدون غنه. این تعریفی اظهار می باشد. وهمين قسم. والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. والدغم وإدغام كن في اللام والراء در حرف اللام وراء لا بغنة اللزم، بدون غني لازم. در إنجا هم حكم الدوم نون ساكن والتنوين را بيان كردك إدغام مباشا. البتة كيم إدغام شش حروف دارد: يرملون، كبعض از نون ساكن والتنوين ان شش حروف واقع شود ادغام صورت میگیره. اما باز ادغام به دو دسته تقسیم میشود: ادغامی با غنه، ادغامی بدون غنه. و امام جزری رحمه الله در اینجا اول ادغامی بدون غنه را بیان کرده. والدغم ادغام کن امرس، والدغم ادغام کن فی اللام و الراء در مقابل حرف اللام وراء بعض از نون ساکن و تنوین واقع می شود. لا بغنه لازم، بدون غنه لازمی. یعنی وقتی که بعد از نون ساکن و تنوین حرف اللام و حرف را واقع می شود ادغام صورت می گیرد، اما بدون غنه، غنه صورت نمی گیرد. مثلا من ربک،
من ربك يا همچنان من لدنه بعد النون الساكن حرف اللام واقع شده ادغام صورت میگیره بدون غنه من لدنه ومن لم يحكم من لم يحكم يا هم هدى للمتقين هدى بعد استنون حرف اللام واقع شده ادغام بدون غنه هدى للمتقين يعني بعد النون الساكن والتنوين حرف اللام واقع شود وحرف الراء ادغام بدون غنه وإن إدغام را إدغام كامل هم ميگوید إدغام كامل آن إدغام است يا إدغام تام يا كامل إدغام تام يا كامل آن إدغام است که حرف أول در حرف دوم كاملا با تمام صفات إدغام شود از حرف أول هیچ اثر باقی نماند در اینجا هم حرف أول که حرف نون ساکن و تنوین است در حرف اللام و حرف الراء قسم ادغام شود که از حرف اول هیچ صفت و اثر باقی نمیماند از این خاطر این را ادغام تام یا کامل هم میگوید ادغامی بدون غنه هم میگوید ادغامی بلا غنه من ربکم من لدنه هدى للمتقی پس این بود درس امروزی ما که دو حکم نون ساکن و تنوین بیان شد اظهار و ادغام البته که ادغامی بدون غنه یک بخش ادغام باقی مانده که ادغامی با غنه می باشد که او را ان شاء الله در درس آینده بیان می کنیم ادغامی با غنه البته که این بخش اولی از ادغام بود که ادغامی بی غنه بود که در مقابل حرف لام و را می باشد و چهار حروف دیگر باقی می ماند که حرف یا میم نون واو و او را ان شاء الله در درس آینده بیان میکنیم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته